تابع مکسیموم ایج کارایی چون تابع مکسیموم رو داره، ولی با این تفاوت که میتونیم مقادیر منطقی و متنی رو نیز در اون قرار بدیم. من میام این داده ها رو انتخاب میکنم، کلیک راست، کپی، و در این قسمت اونها رو پیست میکنم. اگر اینجا در این سلول عملگر مساوی رو قرار بدیم و حروف M, A, X, A رو تایپ کنیم و بر روی FX سمت چپ اینجا دوباره کلیک چپ کنیم، این بازه رو بیایم انتخاب کنیم و کلید انتر رو بفشاریم، نتیجه ای که داره به ما میده نتیجه عدد 4ه. حالا اینجا حتی اومده این MJ که در واقع یک متن هست اون رو هم انتخاب کرده. من اینجا میام به جای 4 نتیجه عدد ترور رو قرار میدم. در توابع مینیموم A یا مکسیموم A عبارت ترور متناظر با عدد 1 و عبارت فالس، در واقع عبارت منطقی فالس و عبارت متنی با عدد 0 در نظر گرفته میشه. حالا اگر بیایم اینجا به جای 3 اینجا 3 دهم رو قرار بدیم، به جای 2 2 دهم رو قرار بدیم و اینجا به جای 1 هم اینجا نیم رو قرار بدیم، ببینید نتیجه‌ای که داره اینجا به ما میده نتیجه عدد 1 که از ترو برگشت داده شده. حالا اگر به جای ترو اینجا بیایم فالس رو قرار بدیم، یک عبارت منطقی و کلید انتر رو بفشاریم، اینجا ببینید هم فالس عدد 0 در نظر گرفته شده و هم ام جی عدد 0 در نظر گرفته شده و اینجا میاد از بین 3 دهم، 2 دهم، نیم و این دوتا هم که 0 هستن بزرگترین رو انتخاب میکنه که این بزرگترین عدد نیمه. گاهی اوقات در کارهامون، در عملیات هایی که انجام میدیم، میبایست این عبارات منطقی و عبارات متنی رو هم در توابعی مثل مکسیموم یا مینیموم داشته باشیم که میتونیم از این تابع مکسیموم A یا مینیموم A برای ماکسیموم یا مینیموم گیری از بین یک سری داده های عددی و یا مقادیر منطقی و متنی استفاده کنیم.